سرخط خبرها. برگزاری شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان. رضا اوتانبایوا میگوید قانون امر به معروف و نهی از منکر تعامل امارت اسلامی با جامعه جهانی را تضعیف کرده است. میراث سیاسی دهها جنگ در افغانستان را شاهد هستیم. افغانستان در حال حاضر از جامعه جهانی گذشته شده. مقام های طالبان در وزارتخانه. واکنش امارت اسلامی به سخنان سرمنشی سازمان ملل. امیرخان متقی میگوید اتهام های آنتونیو گوترش نادرست و سخنانی که درباره افغانستان گفته مناسب شأن او نیست. متاسفانه که سرمنشی ملل متحد بجای که معلومات بگیره حقایق بیان کنه یک اتهام وارد کرد که به شأنشان مناسب نبود. تأمین نشدن بودجه مورد نظر سازمان ملل برای رسیدگی به وضعیت بشری. سازمان ملل میگوید که تنها 20% کمک های درخواست شده برای افغانستان تأمین شده است. و جان باختن 20 تن در موج دوم انفجار دستگاه های ارتباطی در لبنان. به نام خدا و با عرض سلام، وقت بخیر. به خبر 8 با من وسیم احمد ادیب خوش آمدید. امروز پنجشنبه 29 سنبله سال 1403 هجری شمسی است. مشروع خبرها. شورای امنیت سازمان ملل نشست را درباره افغانستان برگزار کرد. در این نشست نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان میگوید هرچند که در افغانستان ثبات برقرار شده، اما امارت اسلامی از جامعه جهانی دور شده است. بحث نقض حقوق بشر، حضور و فعالیت داعش و ادامه همکاری جامعه جهانی برای رسیدگی به بحران انسانی در افغانستان از موضوعات مطرح شده در این نشست بود. نمایندگان آمریکا و بریتانیا تعاملشان را با امارت اسلامی مشروط بر رعایت حقوق بشر دانستند و نمایندگان چین و روسیه گفتند که با داعش مبارزه مؤثر شود. امارت اسلامی اما با رد حضور گروه‌های تروریستی میگوید که همه مسائل را به حقوق بشر ربط دادن بی انصافی در قبال افغانستان است. برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان. در این نشست نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان گزارش مفصلی را به اعضای این شورا ارائه کرد. رضا اوتانبایوا گفت که پس از دهها جنگ در افغانستان حالا ثبات آمده است. به گفته او گفتگوهای دوحه امیدواری ها را برای نزدیکی روابط کابل با جهان بیشتر کرده بود، اما قانون وزارت امر به معروف و نهی از منکر آن را تضعیف کرد. میراث سیاسی دهها جنگ در افغانستان را شاهد هستیم. افغانستان در حال حاضر از جامعه جهانی گذشته شده. مقام های طالبان در وزارتخانه ها کسانی را گماشتند که سفر نمی توانند و تحت تحریم سفرها هستند. عادلانه و یا غیر عادلانه با وضع محدودیت های سنگین تر بر زنان که سازمان ملل قبلا آن را محکوم کرده بود، پیام منفی به جامعه جهانی می رساند. نمایندگان امریکا و بریتانیا هم بیشترین تمرکز را روی وضعیت حقوق بشری داشتند و گفتند که شرط عادی‌سازی روابطشان با امارت اسلامی رعایت حقوق بشری زنان و قوانین بین المللی است. سازمان ملل نباید غافل باشد از قطعنامه 27-21 که تاکید می کند بر ارزیابی کننده مستقل و نقشه راه سیاسی که افغانستان هم با خود و هم با همسایگانش در صلح باشد و عضو کامل جامعه جهانی باشد و این قطعنامه خواستار انتصاب یک فرستاده ویژه شده تا به این قضیه بپردازد. طالبان در چنین مسیر قرار ندارند. با صدور فرمانها یک قدم از مردم و جامعه جهانی دورتر می شوند. ما روشن گفتیم که هر قدمی به سوی عادی‌سازی رابطه دارد، ربطی به مسائل حقوق بشری دارد. در این نشست نمایندگان چین و روسیه گفتند که آنان نگران فعالیت شاخه خراسان داعش و القاعده هستند، زیرا هرگاه با آنان مبارزه جدی نشود می تواند به یک تهدید بزرگتر مبدل شوند.
نیروهای تروریستی داعش و القاعده در افغانستان فعال هستند و این تهدید بر امنیت منطقه است. دولت موقت افغانستان در برابر این گروه هم مبارزه کنند تا افغانستان به پناهگاه مبدل نشود. جامعه جهان نیز افغانستان را حمایت کند زیرا تا این کشور را به جامعه جهانی برگرداند. فدراسیون روسیه خواهان روی کرد و واقع بینانه در مورد افغانستان است. گفتگوی بردبارانه داشته باشیم با مقام های طالبان بدون تهدید و بدون باجگیری و باجخواهی و این را در فرمت دوحه شاهد بودیم. در این نشست دیده شد که بازیگران منطقه هم موافق بودند. تحمیل خواستها و اراده خود بر طالبان پیشرفت در گفتگوها را غیر ممکن می سازد. نماینده پاکستان در این نشست مدعی شد که تحریک طالبان پاکستانی از سوی برخی ها در امارت اسلامی حمایت می شوند. تحریک طالبان پاکستان با بیش از 6000 جنگجو و 50000 عضو خانواده بزرگترین سازمان تروریستی در افغانستان است و برای آنها در نزدیک سرحدات جا داده شده و تقریبا هر روز حملات را در پاکستان انجام می دهند. ما اسناد کافی داریم که برای برخی نفوذی های TTP برخی حلقات طالبان سهولت فراهم می کنند. اما امارت اسلامی همه این اتهام ها و نقض حقوق بشری را رد می کند و می گوید که هرگاه کسی در مورد حضور هراس افغانان اسناد داشته باشد می تواند ارائه کند و جامعه جهانی نیز در موضوع حقوق بشری بی انصافی می کند. هر کسی که در هر جای هر تشویش دارد، در هر گوشه کنار افغانستان، در کم و بیش 400 ولسوالی افغانستان، با هزارها قریه افغانستان، امارت اسلامی افغانستان مسلط است. در کدام قریه که کس تشویش داره بیا بروه ببینه کجا هست مخالفینشان؟ به گفته امیرخان متقی، هرگاه گروه های تروریستی در افغانستان حضور می داشتند، آنان بر ضد کشورهای همسایه اقداماتی را انجام می دادند که چنین نشده است. سرمنشی سازمان ملل می گوید که جهان نگران این است که تروریست ها از افغانستان قادر به حمله علیه کشورها شوند. آنتونی گوترش می افزاید که موضوع حقوق بشری در افغانستان برای او مهم است. سرپرست وزارت امور خارجه اما می گوید که معلومات سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان خیلی ضعیف و به شأن او مناسب نبود. سرمنشی سازمان ملل متحد در یک نشست خبری می گوید که ممکن است تروریست ها از افغانستان قادر به حمله علیه کشورها شوند. او گفته است که آنان در این مورد نگران هستند. ما همچنان نگران این هستیم که افغانستان حامی گروه های تروریستی شود و این گروه ها قادر شوند علیه کشورهای دیگر اقدام کنند. این مقام سازمان ملل متحد می افزاید که موضوع حقوق بشری در افغانستان نیز برای او بسیار مهم است. موضوع حقوق زنان در افغانستان مورد توجه من قرار دارد. در هفته های پیش رو جلسه بسط بالا خواهیم داشت که من خودم در آن جلسه حضور می داشته باشم و بحث حقوق زنان موضوع اصلی ما خواهد بود. در حکومت کنونی حملات وحشتناک بالای حقوق بشر صورت می گیرد و البته ما شدیداً نگران نقض تمامی حقوق بشر هستیم. امیر خان متقی اما می گوید که نباید یک مقام سازمان ملل متحد چنین اتهام بی اساس را مطرح کند که گویا گروهی از افغانستان بر ضد کشورها استفاده خواهند کرد. امیر خان متقی می افزاید که معلومات گوترش در مورد افغانستان بسیار ضعیف است. متاسفانه که سرمنشی ملل متحد بجای که معلومات بگیره، حقایق بیان کنه، یک اتهام وارد کرد که به شانشان مناسب نبود. ما به تمام جهان اطمینان داده ایم و اطمینان میتیم. هر کسی که در هر جای هر تشویش داره، در هر گوشه کنار افغانستان، در کم و بیش 400 ولسوالی افغانستان، با هزارها قریه افغانستان، امارت اسلامی افغانستان مسلط است. در کدام قریه که کس تشویش داره بیا بروه ببینه. در 3 سال گذشته همواره اتهام ها این بوده است که در افغانستان گروه های تروریستی فعال هستند، هرچند که هیچ کشوری تا اکنون اسناد موثق ارائه نکرده است. امارت اسلامی عبدالغفار بحر را به حیث سفیر جدید افغانستان در ازبکستان معرفی کرد. وزارت امور خارجه از تعیین عبدالغفار بحر به حیث سفیر جدید امارت اسلامی افغانستان در ازبکستان خبر می‌دهد. عبدالغفار بحر در دیدار تودیعی خواجه شادمانوف سفیر ازبکستان در کابل با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حضور داشته است. قرار است آقای بحر در آینده نزدیک کارش را به عنوان سفیر در تاشکند آغاز کند. گزارشی از فرهناز فریبرز.
معرفی سفیر امارت اسلامی در ازبکستان گام دیگر در گسترش روابط دیپلماتیک افغانستان با جهان. وزارت خارجه با نشر عکس عبدالغفار بحر در دیدار تودی سفیر ازبکستان در کابل با امیرخان متقی گفت که او به عنوان سفیر افغانستان در ازبکستان تعیین شده است. قرار است آقای بحر در روز شنبه آینده به ازبکستان برود و اعتمادنامه‌اش را با مقام‌های ارشد ازبکستان تحویل دهد. په چین متحده عربی امارات و ازبکستان که در افغانستان در اسلامی امارات سفیران رسمی منل. شیخ بحر صاحب دلته حضور لري ان شاء الله د شنبه په ورځ به تاشکند ولاړ سي او د سفیر په توګه به د سفارت چاري سنبال کی. ځینو نورو هیوادونو هم تیاری ښودلې چې زموږ ډیپلوماتیک حضور د سفیر سطح ته لوړ کړي. برخ از آگاهان میگویند با معرفی سفیر جدید امارت اسلامی در ازبکستان فصل جدید روابط دو جانبه میان کابل و تاشکند آغاز می شود و افغانستان نیز به رسمیت شناسی نزدیک تر خواهد شد. و کابلشی نور هم نور ملکتون سره هم دست پالیسیگان دست سیاستون غورش ترتو و کابلشی داد قنسلگری و سفارت خون و مشکلات سره حل و فصل شی او دیده تر شبه ده دغ مثبت کرون و فعالیتون و پروسیجرون یا پالیسیگان مثبت او منفی اغیزی و لست ورزی عام ملت تورزی چی کم پا افغانستان که پروت تقریبا سلویخ میلیونه اغا دلتا غربت و بیکاری و ناچاری بیا تجربه کوی ورسر که دهشی بیا دلتا خوشحالی، آبادی، سوکالی، امنیت ورسر تجربه کری. در حال حاضر سفیران و سرپرست سفارتخانه ها در برخ از کشورهای همسایه و منطقه عملا کار می کنند و این روند به گسترش است و در آینده نزدیک سفیران بیشتر از سوی کشورها پذیرفته خواهد شد. زبه که باوالی همه چه نوی سفیر پا دقیقی پا ازبکستان که مکرسه ویلی که نوی سفیر خبر دا ورکیا و خبر دا زامتون و سخکار واخلی که اداله سی چه دا افغانستان دا پارا دیر موپیر تمام سی ام دا حکمت پارا موپیر تمام سی ام دا ام افغانان و ام دا تجاران دا پارا ام دا امنیت پارا دا طول دا پارا موپیر تمام سی او زبه که کم ازبکستان تا پا کتو سر شاید نور هیوادون هم زرشی که ویده چه امارات سفیر اومنی خبر پا هیواد که در حال حاضر 38 سفارت و نمایندگی سیاسی افغانستان از بیرون در اماهنگی با کابل کار می کند و اخیراً شمار از کنسولگری های افغانستان در اروپا نیز تحت رهبری وزارت خارجه خدمات کنسولی انجام می دهند. شیخ هبت الله خانزاده رهبر امارت اسلامی در دیدار با مقام های محلی و علمای تخار گفته است که نظام کنونی بر مبنای قرآن و شریعت استوار است و به گفته او قوانین بر اساس شریعت تدوین می شوند. رهبر امارت اسلامی از قوانین بین المللی انتقاد کرده و تصریح کرده که این قوانین بر مبنای خواست های انسانی تنظیم شدند. شیخ هبت الله خانزاده اظهار داشته است که فتح کابل مانند فتح مکه مکرمه بوده و از مسئولان خواسته است که این روز را یوم الفتح نامگذاری کنند. رهبر امارت اسلامی در سخنرانی خود در دیدار با مقام‌های محلی و علمای ولایت تخار گفته است که نظام کنونی بر مبنای قرآن و شریعت استوار است و به گفته او قوانین بر اساس شریعت تنوین می شوند. رهبر امارت اسلامی از قوانین بین المللی انتقاد کرده و تصریح کرده که این قوانین بر مبنای خواسته های انسانی تنظیم شدند. شیخ هبت الله خانزاده اظهار داشته است که فتح کابل مانند فتح مکه مکرمه بوده و از مسئولان خواسته است که این روز را یوم الفتح نامگذاری کنند. پیلن که قانون جور می شد ماخذش قرآن پاک، حدیث پاک، فقه حنفی، احکام شرعی است. رهبر امارت اسلامی می افزاید که قوانین کشور نیز در گذشته از منابع اروپایی، امریکایی و بریتانیایی تنوین می شدند و اکنون این قوانین بر اساس کتاب الله، فقه و حدیث تنوین می شوند. او تصریح کرده که برخی کشورها مدعی دفاع از حقوق بشر هستند، اما در عمل اقدام به بمباران و کشتار مردم بیگناه در کشورهای مانند فلسطین می کنند. هیچ کس مالک هیچ چیز نبود، نه عزت خود، نه نفس خود، نه مال خود، نه اولاد خود، مالک هیچ چیز نبود، زیرا که شریعت نبود، قانون نبود، خواهشات
و نفسانیات حاکم بودن. پیلن که یک نظام اسلامی آمده است، مردمان امید دارن، مسلمانان امید دارن که از همین نظام برای ایشان حقوق رسیده شود. رهبر امارات اسلامی در این دیدار بیان داشته است که مذاکرات دوحه میان امریکا و امارات اسلامی بر اساس شریعت اسلامی انجام شده و به گفته او هیچ گام از این مذاکرات که خلاف دین اسلام باشد اجرا نشده است. سرپرست وزارت امور خارجه میگوید که تلفات یک ساله در امارات اسلامی برابر است به تلفات یک روزه نظام جمهوریت. با گفته امیرخان متقی در نظام پیشین روزانه تا 300 تن جان می باختند، اما پس از روی کار آمدن امارات اسلامی 300 تن در سال کشته نمی شوند. آقای متقی در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مبنی بر بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام می گوید هر کسی که در افغانستان شکست خورده باشد دیگر به این کشور دل خوش نمی کند. سرپرست وزارت امور خارجه واگذار نشدن کرسی افغانستان در سازمان ملل به امارات اسلامی را جفا در حق مردم می داند. خدیجه کوهستانی گزارش می دهد. سرپرست وزارت خارجه می گوید که روابط امارات اسلامی با کشورهای منطقه و جهان در حال گسترش است و در جریان یک سال گذشته کشورهای زیادی ضمن سفر به افغانستان پیرامون مسائل مهم و کلیدی با مقامهای امارات اسلامی دیدارهای دو جانبه و چند جانبه انجام دادند. آقای متقی همچنان در مورد اظهارات دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مبنی بر بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام میگوید هر کسی که در افغانستان شکست خورده باشد دیگر به این کشور دلخوشی نمی کند. زوام چسی واری پا افغانستان کی شکست خوردل یغه به افغانستان زلون نخکی دلت کانگریزان راغلیو نو امپراتوری نن په برتانیا بدل شوه، که شورویان راغلي وو امپراتوری ړنګه شوه او روسیه ځینې جوړه شوه، او که امریکایانو د هغوی متحدین راغلي دي هغوی نن په خپل کور دننې هم په ډېرو مشکلاتو مبتلا دي. هیڅوک دا جرأت نشي کولی چې په افغانستان باندې یرغل وکړي. سرپرست وزارت خارجه در مورد مقایسه نظام کنونی و نظام پیشین میگوید که تلفات یک ساله در امارت اسلامی برابر است به تلفات یک روزه نظام جمهوریت، زیرا در نظام گذشته روزانه تا 300 تن کشته میشدند. چه در عرصه حقوق بشر، چه در عرصه امنیت، چه در عرصه پیشرفت اقتصادی و باز اینمی حالت فعلی بر چهار دهه گذشته قیاس شود. وقتی که همینجا امریکا بود، ناتو بود، 50 کشور بود، ملل متحد فعال بود، همه امنیت شورا همینجا فعال بود، کارا میکرد، روزانه 200-300 نفر همینجا شهید و زخمی و کشته نمیشد، هر شب به دهها چپه زده نمیشد، مدارس و مساجد و بازارها و شفاخانه ها بمبار نمیشد. فعلا تمام تلفاتی و واقعاتی یک ساله اگه جمع میکنی برای تلفات و نقصاناتی یک روزه نمیرسه که پیش از تحولات در افغانستان میشد. مسئولان در وزارت خارجه میگویند که حالا زمینه و شرایط تطبیق پروژه های بزرگ اقتصادی در کشور مساعد است و به منظور تقویت سطح تعامل و روابط دیپلماتیک با کشورهای منطقه و جهان و جلب سرمایه گذاری های خارجی و تطبیق پروژه های بزرگ اقتصادی اقدامات مؤثر انجام شده است. با گفته آنان این وزارت در بخش عرضه خدمات قنسلی فعالیت های زیادی داشته است. دیگه خاص میکانیزم له طریق موږ په قانون وزارت کې کړی او به برېښنا وزارت کې کړی شرکتونه کې چې کومې پروژې اعلاني کې په مسلسل ډول باندې موږ دغه اخلو او خپل ټول بهرنۍ او اساسوالیو ته هغه استو د دې له طریقه د بهرنۍ پانګې د جذب او لویو کمپنیو د جذب لپاره په دې برخه کې زمينه سازي کیږي. په بهر کې د افغان وګړو حقوق ته رسیدګي دا هغه مورد دی چې ټولو ته معلومه ده. د افغانستان د باندې په میلیونونو افغانان اوسیږي،
د رنگارنګ حقوقي موضوعات او مشکلات سره دچار دي. موږ الحمدلله په دې برخه کې څلور عمده موارد لرو چې په هغه برخه کې واقعي پرمختګ سوی دي او څلور عمده لاسته راوړنې لرو. این در حالی است که با باور آگاهان وزارت خارجه موفق نشده تا نام رهبران و مقامهای امارت اسلامی را از فهرست سیاه سازمان ملل بیرون کند و در جریان سه سال گذشته نام برخی از مقامهای دیگر نیز شامل فهرست سیاه کشورهای غربی شدند. یک هیئت بلندپایه امارت اسلامی در نشست فرمت مسکو اشتراک می کند. سرپرست وزارت امور خارجه می گوید که نشست فرمت مسکو تا دو هفته دیگر برگزار می شود و هیئت بلندپایه امارت اسلامی در آن اشتراک خواهد کرد. دیروز سفیر روسیه در کابل در دیدار با امیرخان متقی از او دعوت کرد که در نشست فرمت مسکو اشتراک کند. فرهناز فریبرز. سفیر روسیه در کابل در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه از او دعوت کرده است تا در نشست بعدی فرمت مشورتی مسکو در مورد افغانستان اشتراک کند. سفیر روسیه گفته است که روابط با افغانستان برای روسیه مهم است و از هیئت امارت اسلامی دعوت شده تا در تمامی نشست‌های منطقه‌ای و بین المللی که به میزبانی آن کشور برگزار می شود اشتراک کند. از سوی هم سرپرست وزارت خارجه می گوید که نشست فرمت مسکو به عنوان یک ابتکار سازنده و مفید تا دو هفته دیگر برگزار می شود و هیئت بلندپایه امارت اسلامی در آن اشتراک خواهند کرد. روسی پدراسون لوری د مسکو فرمت لپاره رسمی بلنه راکړل شوې ده او د اسلامی امارت لوړپوړی پلاوی به شرکت پکې کوي. آگاهان نشست آیندی فرمت مسکو را فرصت ارزشمند برای گفتگوهای سازنده با مقامات ارشد روسیه و نمایندگان کشورهای منطقه در مورد موضوعات افغانستان و همکاری‌های دو جانبه مهم می‌دانند. مسئولان در حکومت سفرسفیلی افغانستان با تغییر آوردن سیاست‌ها در مقابل جامعه جهانی کشورهای منطقه و خود سرمسایه افغانستان همچنان سیستم حکومتداری بتواند از این چانس‌های طلایی به نفع مردم افغانستان و در نظر داشت منافع اولیای مردم افغانستان و ارزش‌های دینی آنها در قسمت تعامل بیشتر و رفع بحران‌ها و چالش‌های سیاسی و اقتصادی که افغانستان با آن دامنگیر است استفاده از این معقول و درست نماید. نشست‌های فرمت مسکو از سال 2017 به ابتکار روسیه آغاز شده و با حضور نمایندگان از کشورهای همسایه افغانستان از جمله ایران، پاکستان، چین، هند و کشورهای آسیای مرکزی، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان برگزار می‌شود. یونما میگوید که در حال حاضر 20% از درخواست کمک‌های بشردوستانه به افغانستان رسیده است. نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل میگوید از 3 میلیارد کمک درخواستی تنها 900 میلیون آن به افغانستان رسیده است. از سوی دیگر نمایندگان روسیه و چین خواهان آزادی ذخایر ارزی افغانستان در این نشست شدند. بحران بشری در افغانستان یکی از موضوعات مورد بحث در این نشست شورای امنیت سازمان ملل است. نماینده سازمان ملل در افغانستان میگوید که تنها 20% از کمک‌های درخواستی به افغانستان رسیده، در حالی که آنان برای رسیدن به بیش از 23 میلیون تن به 3 میلیارد دلار نیاز دارند. جمعیت افغانستان با بحران فزاینده مواجه است. سازمان ملل متحد در سال جاری 30 میلیارد دلار درخواست کمک کرده بود. در حالی که تا حالا 900 میلیون آن به افغانستان رسیده، از این رو آنان با کمبود بودجه مواجه اند و این موضوع بحران انسانی را گسترش می دهد. نمایندگان روسیه و چین در این نشست می‌خواهند که ذخایر ارزی افغانستان آزاد و دهقین در کشت بدیل همکاری شوند. ما امیدواریم که همه کشورهای کمک کننده بدون هیچ گونه تبعیض همکاری بشردوستانه با افغانستان داشته باشند. به ویژه دهقین که به کشت بدیل کوکنار نیازمند همکاری هستند همکاری شوند. از ایالات متحده امریکا می خواهیم که ذخایر ارزی افغانستان را بدون قید و شرط آزاد کند و آن را به مردم و حکومت سرپرست افغانستان برگرداند. وزارت اقتصاد وضعیت افغانستان را آنچنانی که در گزارش رئیس یونما آمده بحرانی نمی داند و اما کمک های بشر دوستانه را یک نیاز جدی می داند. برخی گزارش های مجامع بین المللی
متاسفانه واقعیت های افغانستان بازتاب نمیده، اما با وجود ما تقاضا میکنیم از جامعه بین المللی، نهادهای امدادی که کمک به مردم افغانستان از نظر کمی و کیفی افزایش پیدا بکنه و نه تنها کمک های بشردوستانه که کمک های انکشافی هم در دستور کار قرار بگیره. این در حال است که به باور آگاهان عوامل مختلف سبب بحران بشری در افغانستان شده و حل این مسئله به برنامه های بنیادی اقتصادی و انکشافی نیازمند است. مرکز ولایت نورستان با ساخت یک سرک به طول 42 کیلومتر با نورستان غربی وصل شد. مقام های محلی این ولایت می گویند که این سرک از ولسوالی نورگرام تا پارون مرکز ولایت نورستان با همکاری سازمان ملل ساخته شده است. باشندگان این ولایت می گویند که با ساخت این سرک مشکلاتشان حل شده است. غربی نورستان سرک تقریبا مرکزی نورستان سر وصل شو چې 2.5 کیلومتر سرک ده او تقریبا د موسساتو او د قومونو په همکاري باندې دا جوړ شو او نن ګټه اخستنه ته وسپارل شو. موږ په خاطر په تکلیف کې موږ به د لومړي په لغمه تر تر بیا په لغمه نه ننګرهار ته تر ننګرهار نه کونړ ته تر بیا په خپل ولایت ته مشکلاتونه چې عمل ته به محلو د درې اولسواري اولسونه د مرکزی پارون سره دغه سرک د وجه نه وصل شو. موږ والی صاحب نه نور امنیتي ارګانونو نه او قومي شورا د تتین او د کوردار د قومي شورا نه موږ ډیره احسانمن یو او غواړو چې دا سرک سیلانیانو لپاره یو راحتي لاره شي. بازار تنورهای گلی این روزها در ولایت بلخ نسبتاً کم رنگ شده است. شماره از تنورسازان در این ولایت میگویند که مردم بیشتر از تنورهای برقی، گازی و آهنی استفاده می کنند. ریاست صنعت و تجارت ولایت بلخ میگوید که برنامه های را برای حمایت از این سکتور روی دست دارند. این مرد رمضان نام دارد. سالهاست تنورسازی می کند. برای تنورسازی از خاک مخصوص کار گرفته می شود که تنورسازان شهر مزار شریف بیشتر از ولسوالی دولت آباد بلخ می آورند. این شغل بر رمضان از پدر به او میراث مانده است. یک تنیم تا سودا می شه محصول می شه دیگه محصول یک ذر اختراز مردم ضعیف است. از ما که از دیگون از پدر پدری ما مندگی سکیسی پدری ما بچه را فوت کرد این خودی ما این هستیم این فعلا نمی کار است. تنورهایی که اینجا ساخته می شود به ولایت‌های دیگر نیز فرستاده می شوند. اما اکنون تنورهای گازی و برقی جای تنورهای گلی را گرفته است. خارجی یعنی میشه یک بار مصرف است نه بار آمده. یعنی میاد نه بار آمده. اگر دولت رجوع بکنه، اگر امارت اسلامی مثلا توجه بکنه، نظر به می کسب کارهایی که نمی مردمایی که مثلا تندور سازی میکنن از پدر و اینا کس ماندگی است. اگر میاره تشویق بکنن، اما داشایی که از کشورهای خارج می بیام اونها هیچ به درد نمیخوره. یعنی میاره تشویق بکنن، نمی نوره کسی همکاری بکنن و می کاری بسیار نیک از گپ بسیار خوب است. ولی باشندگان بلخ میگویند که در تنورهای گلی کیفیت نان بهتر است تا تنورهای گازی و برقی. وی نان این تنورای وطنی ما که از اول این بیشتر نانش خوب پخت میته خوبی شد داشتایی که نو آمده و داشت او خطر نانش بمزه نیست دیگه. این وطنی ما شما تنورای سابقه هستیم از عبد الود از این استفاده میکنیم ما شما. ریاست صنعت و تجارت ولایت بلخ میگویند که برنامه های را برای حمایت از این سکتور روی دست دارند. یو خدا ده چې بی کیفیت تاریخ تیر د شان چې بر مخ راتله نو زموږ صنعتکارانو دغه سره سالم رقابت نو څه کولای چې الحمدلله اوس د هغه مخ نیول سوی ده او زموږ صنعتکاران چې په داخل کې تولید کوي هغه کولای سي چې په سالم باندې دغه سره رقابت وکړي. در بسیاری از ولایت های کشور صنعت تنورسازی زنده است، اما اگر توجه بیشتر به آن نشود ممکن است این صنعت از بین برود. بازم خوش آمدید. یک بازار سیار به خاطر فروش محصولات زراعتی از سوی دهاقین در ولسوالی بهارک ولایت تخار ایجاد شده است. شماره از دهاقین این ولسوالی در مسیر ولسوالی های ماورای کوکچه بازارچه را به خاطر فروش محصولات زراعتیشان ایجاد کردند و تاکید دارند که شب و روز با خاطر آرام مصروف کارشان هستند.
همزمان با برداشت حاصلات یک بازارچه به هدف فروش محصولات زراعتی دهاقین ولسوالی بهارک در مسیر ماورای کوکچه تخار ایجاد شده است. در این بازارچه اکثرا دهاقین محصولاتشان را به فروش میرسانند. دهاقین میگویند امنیت آنان تامین است و شب روز سرگرم کارهایشان هستند. هم از جا کدو هستند، تربوز است، خربوزه هستند. هر چیز از همه چیز بهارک است دمیجا فروخته میشه. دیگر ولسوالی بیرون نمیاریم دا چیزا. مردم ها دمیجا میاد ساتری میکنه یک تفتی جاست اینجا بعد عصر بچه ها میاد از تخار میاد از کل جا همیل سوالی ها بعد عصر بیخه همی سر تخت ها میمانه پر میشه ما خربزه را میپروشیم در اینجا. در همین حال شماره از آبرین و ولسوالی های هفتگانه ماورای کوکچه از این اقدام دهاقین و فروشندگان محصولات زراعتی در این مسیر اظهار خرسندی میکنند و تاکید دارند که این کار باعث فروش به موقع محصولات و بهبود اقتصاد دهاقین میشود. ما میخواستیم که طرف در شقلا بریم اینجا که یک جای است که سرسبز است. این مثال میبینی خربزه و تربوز که چیزی های سرسبز است. یک هوای تازه میگیریم بعد ما تیر شده میریم. برای بهبود اقتصادی مردم بهارک خوب است و از طرف دیگر دهقان ها با انجام کارها اما تولیداتشان به موقع به فروش میرسانند و وقتی که زندگیشان تغییر پیدا کرد، رشد پیدا کرد، اینا انگیزه پیدا میکنند که تابتر زحمت بکشند. دهقانان میگویند که بهبود امنیت سبب رشد کار آنان شده و از حکومت میخواهند از آنان بیشتر حمایت کند. نرخ ارزها این بود مجموعه خبری ساعت 8 که به اتفاق من و همکارانم تقدیمتان شد. از اینکه همراهی من کردید سپاسگزارم. وقت خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. حامی نشر این برنامه افغان بی سی، سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.